درود فروان، خدمتتان عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه. دوستان، در ارتباط با ارزهای دیجیتال میخوام صحبت بکنم. بسیاری از شما پرسش کردین که خب چه ارزهایی رو بخریم یا چه ترکیب سبدی داشته باشیم. امروز با توجه به برخی از اطلاعات و اخبار میخوایم در ارتباط این قضیه صحبتی را برای شما داشته باشم. البته خدمتتون عرض کنم اینها بیشتر تجربه شخصی هستش و حالا ارزی که من راجعش صحبت میکنم یا اینجا میگم به نظر من مناسب برای خرید هست بر اساس اتفاقاتیه که در 2-3 سال اخیر برای ارزهای دیجیتال افتاده. احتمال داره یه ارز دیجیتال جدیدی مانند شیبا مثلا ظهور بکنه و همون اتفاقی که برای شیبا افتاد مجددا برای اون ارز هم بیفته. یعنی شیبا یه شت کوینی بود که حالا دیگه به یه آلت کوین تبدیل شده و خیلی هم حالا چیز قوی پشت سرش نبود، ولی بالاخره تبلیغات و علاقه که نشون دادن مردم برای خریدش باعث شد که این اتفاق براش بیفته. احتمال داره برای 1 یا 2 کوین جدید هم در طی سالهای آینده اتفاق بیفته. ما فعلا راجع اون قضیه نمیتونیم صحبت بکنیم به خاطر اینکه شاید اصلا اون کوین جدیدی که قراره دفعه دیگه مثل شیبا باشه هنوز ظهور نکرده باشه و باید منتظر باشیم که ببینیم چه اتفاقی میفته. ولی راجع این اتفاقاتی که تا اینجا داریم، یعنی اتفاقاتی که قبلا افتاده و با یک دیدگاه بلند مدتی ببینید، این را هم مد نظر داشته باشین. درسته که الان توی این چند روز گذشته بیت کوین حرکت خوبی رو انجام داده و مثلا از 18-19 هزار دلار الان رسیده به 20 خورده ای، این 21 2 تا 3 تا امروز رسیده بود، ولی این اون چیزی نیست که ما دنبالشیم. ما داریم راجع این قضیه صحبت میکنیم که بیت کوین بتونه رکورد قبلی خودش رو بزنه، مثلا این بار برسه بالای 70 هزار تا، برسه بالای 100 هزار تا. از الان برای اون روز داریم برنامه ریزی میکنیم. حالا اون روز میتونه مثلا 1 سال دیگه باشه، میتونه 1.5 سال دیگه باشه، ولی شواهدی که در دست داریم این هستش که این قضیه هم به زودی اتفاق خواهد افتاد. این به زودی ما شاید 1-2 سال طول بکشه البته. خب اولین تصویر پیشبینی هستش که برای نرخ بهره فدرال رزرو میشه. ببینید، نرخ بهره فدرال رزرو پیشبینی که میشه اینه که تا ماه مارس افزایش داشته باشه. حالا این چند درصد افزایش داشته باشه، چند دهم درصد، یعنی حالا 0.75 باشه، نیم باشه یا 0.25 باشه، یک کدوم اینا، شاید نیم یا حتی 0.25 این بار اتفاق بیفته. ولی پیشبینی هستش که در حال در ژانویه، فوریه و مارس اون حد اقلیه پیشبینی را میکنن که افزایش داشته باشه و بعدش چند ماهی ثابت باشه. از ماه سپتامبر، یعنی شهریور سال 1402، نرخ بهره در آمریکا معکوس بشه و نرخ بهره را شروع کنن کم کردن. حالا باز این شیبش چجوریه، مثل این مثلا اینجوری کم میشه یا اینکه شیب کمتری داره، فرق نمیکنه. در هر حال بسیاری پیش بینی میکنن که از شهریور ماه با توجه به اینکه ارزش دلار کاهش پیدا میکنه بر اساس کاهش نرخ بهره، حرکت اصلی بیت کوین شروع میشه. یعنی منظورمون حرکت قشنگه هستش که شروع میکنه بیاد برسه مثلا به 78000 تا 100 تا یا حتی بالاتر، که حالا با سقف شما نمیدونیم چقدر هستش. ما بر اساس اتفاقاتی که دفعات قبلی افتاده و نزدیک هاوینگ بیت کوین که بوده، یهو حرکت خیلی خوب رفته بالا و تا هاوینگ هم ادامه داشته، حتی تا 6 ماه 1 سال بعدش هم ادامه داشته، این صحبت رو میکنیم که در هر حال میتونه تا اون ارقام برسه. البته همین الان با توجه به تمام شدن فصل زمستون بیت کوین میبینیم که یه تکونی خورده، یعنی اینکه مثلا از 18-19 هزار حالا من تا 23 هزار، بالاخره یه تکونی رو داره به ما نشون میده که فعلا عرض کنم خدمتون این اولین تصویر هستش که به ذهن بسپارید. دومین تصویر حجم تراکنش های تتر هستش در سال 2022 که با عدد تقریبا 18.2 تریلیون دلار از حجم معاملات ویزا و مستر که هر کدومشون 14.1 و همچنین 7.7 تریلیون دلار بودن جلو افتاد. این برای اولین بار هستش که دوستان این اتفاق میفته. این مخصوص اون کسانیه که میگن ما خیلی نمیتونیم به ارزهای دیجیتال اعتماد کنیم. آینده دنیا ارزهای دیجیتاله.
نمیتونی بگی من نمیتونم اعتماد بکنم یا اعتماد کنم یا نکنم. یه چیز واجبیه، اتفاق خواهد افتاد. مثل یه زمانیه که مثلا کامپیوتر نبود، شما ماشین حساب دستت بود، بعد میگفتی آقا اصلا کامپیوتر من بهش اعتماد ندارم، سخته، برنامه نویسیش اصلا ولش کن، کامپیوتر هیچ وقت نمیاد. یا مثلا تلفن توی خونه داشتی، موبایل اومده. من موقع یادم بعضی وقت اصلا چه لزومی آدم موبایل داشته باشه، حالا چیه دنبالت باشه موبایل؟ قیمتش هم اوایل گرون بود، دقیقاً یادمه. بعضی وقتا خب ما تلفن خونمون تلفن داره، مرسی، مغازم تلفن داره، موبایل نمیخوای. در حالی که الان میبینید اصلا میخندم به یه نفر اگه موبایل نداشته باشه. بعد موبایل اومد، یه زمانی ایاتون باشه این تلفن ها مثلا اندروید نداشتن. اول کار که من یادم این برنامه های اندروید اومده بود، اون برنامه نصب میشد و اینا، خب این قشر جوانتر میرفت میگرفت. باز یه قشری که مثلا یه کمی حالا سنش بالاتر بود میگفت این کارا چیه دیگه، این گوشی ها میخواییم که زنگ بهمون بخوره. حالا میبینیم همه همونا هم که گوشی های اندرویدی دارن، هم به برنامه های شبکه های اجتماعی دارن، برنامه های مختلف مجبورن داشته باشن. کسی که توی بازار داره کار میکنه باعثی که دو تا اپ بانکی داشته باشه رو گوشی موبایلش، به خاطر اینکه دیگه الان شما تراکنش تو واسه بانک انجام، بانک تو واسه با گوشی همراه انجام بدی، با اینترنت انجام بدی. اینم هم دقیقا همینه دیگه، هیچ فرقی نمیکنه. آینده معاملات دنیا با ارزهای دیجیتال انجام خواهد شد و این داره یه سیگنال به ما میده الانه که امسال در این سال 2022 یه جورایی تتر تونسته ویزا و مستر را کنار بزنه. پس بنابراین ما خیلی الان نگرانی از آینده این کاری که داریم انجام میدیم نباید داشته باشیم. در حال ببینید هیچ کار اقتصادی در دنیا وجود نداره که ریسک هم پشت سرش نباشه، همیشه ریسک هست، ولی در هر حال میزان این ریسک متفاوته. برخی از این خبرها این ریسک رو برای ما کمترش میکنه. در حال ما به این نتیجه میرسیم که پس مسیر درستی رو داره ارزهای دیجیتال جلو میره، به خاطر اینکه الان تونسته ویزا و مستر رو بذاره پشت سرش. این خیلی نکته مهمیه. اگر که مثلا یه کسایی هستن الان مخالف ارزهای دیجیتالن، همون قشر سنتی، مثلا حتی آدمای بزرگی هم چون هستند، نمیگم حالا آدمایی که پولدارای دنیا هستن مثل آقای وارن بافت که خب از همون اول کار مخالف و منتقد ارزهای دیجیتال، با همون روش سنتی میخواد کار بکنه، الان چی میخواد بگیشون راجع این قضیه؟ دونید این حجم معامله که الان ویزایی که مثلا ایشون درست میدونسته جا مونده از تتر در معاملات جهانی، خب این خودش خیلی حرف و حدیث داره. پس بنابراین یه زمانی میشه که اون افراد هم بالاخره واسه تجدید نظر بکنن و این مقداری ریسک کار ما رو کمتر میکنه تو این قضیه که خب الان یه سرمایه گذاری مثلا یک ساله، دو ساله، سه ساله، پنج ساله داریم انجام میدیم، خب روی ارزهای دیجیتال، اوکی، ارزهای دیجیتال یک آینده خوبی و روشنی رو میتونن داشته باشن. این تصویرم که چند روز پیش بهتون نشون دادم که خیلی مهم هستش، از سال 2016 تا الان داره نشون میده. این پایینیه به اصطلاح سرعت چاپ پول در کشورهای آمریکا، اروپایی، ژاپن و چین رو داره نشون میده. یعنی حجم نقدینگی در بازار داره زیاد میشه و هر بار که این حجم نقدینگی اوج بیشتری گرفته، مشاهده میکنید که قیمت بیت کوین هم افزایش چشمگیری را حالا در همون حدودها داشته. هر باری که حجم نقدینگی کم شده، مثل همین الانی که سال 2022 یه مقداری اومد و دولت آمریکا و حتی دولت اروپایی سیاست‌های انبساطیشون رو جمع کردن، انقباضی کردن، نرخ بهره رو بردن بالا، که خب اینجاها میشه دیگه. هر بار که ببینید اینا این کار رو کردن، پول را، نقدینگی رو کم کردن از سطح جامعه، بیت کوین هم باهاش اومده پایین. اینجاها برعکس بود. در دوران کرونا بودیم دیگه، سال 2021 اوج کرونا بود، سیاست انبساطی داشتن، اسکنات چاپ میکردن و بعدش بیت کوین هم یهو اومد بالا. اون تصویری که الان بهتون نشون دادم اول کار که گفتیم آقا از سپتامبر احتمالاً آمریکا شروع میکنه نرخ بهره رو کاهش دادن، یعنی که نرخ نقدینگی داره زیاد میکنه، شرکت ها میان پول بیشتری وام میگیرن چون بهره کمتری داره برای باز پرداختش و پول زیاد میشه. افزایش حجم نقدینگی قطعاً باعث بالا رفتن قیمت بیت کوین طبق این نمودار خواهد شد. همچنین توی یه برنامه راجع این نمودار صحبت کردیم که حالا تو کانال هست و میتونید برید ببینید، که گفتیم بالاخره این کانال آبی پایینیه،
حرکت حد اقلی بیت کوین رو همیشه نشون میده و این قرمز بالای حد اکثری بیت کوین که خب مشاهده میکنید وقتی که حد اکثری بشه میتونه که بالاخره یک رقمی بین 101 تا 157 هزار دلار هم براش پیش بینی بکنیم که حالا راجع این قضیه قبلا صحبت کردیم. خب حالا بریم سراغ ارزهای دیجیتالی که در هر حال شما میتونید داخل سبدتون داشته باشین. فرض ما رو بر این میذاریم که یک نفری میخواد مبلغ مثلا 100 میلیون تومان ارز دیجیتال خریداری بکنه. چگونه واسه اینو تقسیم بکنه؟ این تقسیم بندیش مهمه و اینکه یه زمانی باید تغییر بده. یعنی اینجوری نیستش که شما الان این سبدی که تهیه میکنید مثلا تا 3 سال دیگه باید همین سبده بمونه. علتش هم خدمتتون عرض بکنم. ابتدای کار یعنی الانی که شما میخواین این سبد رو تشکیل بدی، خب طبیعی هستش که اولین ارزی که حرکت خواهد کرد بیت کوینه و بعدیش اتریوم. این تقریبا برای ما یه جورای مشخصه که بیت کوین و اتریوم جزء اولین ارزهایی هستن که حرکت خودشون رو شروع میکنن. خب پس بیشترین حجم سبد ما بایستی به این دوتا تعلق بگیره. مثلا 50 میلیون تومان از پولی که ما میخوایم خرید ارز دیجیتال بکنیم بایست بین بیت کوین و اتریوم تقسیم بشه و سهم بیت کوین تو این بین بیشتر از اتریوم هم خواهد بود. مثلا میتونیم 30 میلیون بیت کوین 20 میلیون اتریوم یا 35 میلیون بیت کوین 15 میلیون اتریوم. یه نسبت اینجوری برای این دوتا اولیه که 50% سرمایه‌مون رو می‌ذاریم روی اینا. البته ببینید دفعه قبل اینجوری بوده. تا یه جایی بیت کوین اومده بالا، وقتی که بیت کوین اومده بالا، خوب قیمتش اومده بالا، کسایی که بیت کوین داشتن خب پول زیادی به دست آوردن. اونجایی که احساس میکنن بیت کوین دیگه نمیتونه از این بیشتر پیشرفت بکنه و نوبت ارزهای دیجیتال دیگری است که بیان بالا، در واقع اون بیت کویناشون رو میفروشن. پس بنابراین قیمت بیت کوین ثابت میمونه یا یه مقداری میاد پایینتر و بعداً ارزهای دیجیتال بعدی شروع میکنه به حرکت کردن. به این حالت ما میگیم آلت سیزن اتفاق افتاد. یعنی آلت کوین ها که خب میشه گفتش که اون غیر از بیت کوین اون 100 تای اولی توی لیست کوین مارکت کپ که برید، این 100 تا اولیا آلت کوین هستن یه جورایی. حالا هر چقدر که به اون بالا نزدیکتر باشن خب حالت آلت کوینیشون بیشتره. البته یه سریاشون مثل تتر و عرض کنم یه چند تای دیگه هم هستن که اینا همیشه معادل یک دلار، یعنی پیشرفت نمی‌کنن. اینا تحت نظر داشته باشی که اینها اصلا منظور ما نیستن. مثلا این دای که ببینید همیشه یک دلار. منظور ما از آلت کوین الان یه چیزی مثل دای یا مثلا تتر که همیشه یک دلاره نیست، چون اینا که قیمتشون تغییر نمی‌کنه. ولی بقیه‌شون مثلا بی ان بی، مثل کاردانا و دوچ کوین، سولانا، مثلا ماتیک، پولکادات، شیبا. شیبا هم که البته گفتم یه شت کوینی بود که الان اومده جزء آلت کوین ها، ولی بالاخره طرفداران خودش رو داره چون الان داره پروژه های خوبی اجرا میکنه. لایت کوین، ترون، اینها همه جزء آلت کوین ها محسوب میشن. شما باقی مانده پولتون را، بیشتر این پول را بایستی که به آلت کوین ها تخصیص بدید و حالا یه مقدار کمی از این پول، یعنی در حد 5% 10% باقی مانده را مجاز هستید که فعلا بیاین برید از 100 تا به اون طرف و حتی روی شت کوین ها، یعنی اون تازه واردا سرمایه گذاری کنید. البته مثلا من پیشنهاد نمی‌کنم که شما مبلغ زیادی برید روی شت کوین ها بذارید، مثلا در حد 2-3 میلیون تومان. از این 100 میلیون تومان اگه خیلی اصرار دارید شت کوین بخرید، حالا فعلا 2-3 میلیون تومان بیشتر نشه، 2 میلیون تومان، حتی 1 میلیون تومان. شت کوین اونایی هستن که خیلی تازه واردن و شاید یهو خیلی شارپی برن بالا. ولی ببینید اول بیت کوین حرکت میکنه، بعد آلت سیزن میشه، بعد یه جایی میشه که این آلت کوین ها هم خیلی خوب میان بالا و بعدن شروع میکنن به اصلاح کردن یا ثابت موندن. بعدن کسایی که آلت کوین دارن معمولا اینا رو میفروشن و بعدن میرن سراغ اون ارزهای تازه واردی که حالا بهش میگیم شت سیزن، یعنی از لیست صد به اون طرف رو شروع میکنن خریداری کردن.
اون موقع هستش که شما میتونید یه مقداری مثلا نصف آلت کوین هاتون هم بفروشید، برید شت کوین ها رو بخرید. فقط باید مراقب باشین که شت سیزن خیلی طول نمیکشه، یعنی مثلا شاید یه ماه دو ماه خیلی خوب رشد بکنن یه سری از اون شت کوین ها و بعدش متوقف بشه. این تجربه قبلی ما اینجوری بوده، بنابراین باید مثلا خیلی سریع خارج بشید، یعنی اون قطرها هم نباید بهش دل ببندید. خب یه موقع مثلا شما 20 میلیون 30 میلیون اون موقع میرین شت کوین خرید میکنی، همین 20 میلیون تو مثلا میشه 5 میلیارد تومان اگه چیزی مثل شیبا خریده باشید. اون موقع مثلا کسی که اومد 1 میلیون 2 میلیون تومان شیبا خرید، یهو پولش شد 3 میلیارد تومان پول خود. و بعدن هم همجور من بالا اگه شت کوین اینجوری پیدا کنی، خب اینجوری هم میاد بالا. حالا اینطوری هم نیاد بالا، مثلا 5 میلیون می‌خری یا مثلا پولت میشه 200 میلیون تومان، خیلی خوب، خیلی خوبه دیگه. 5 میلیون شو بشه 200 میلیون تومان در شت سیزن، اینم نتیجه خیلی خوبیه. بقیه پولت هم اونم 5 میلیون دیگه هم که داشتیم قطعا مثلا اونم دو برابر شده، سه برابر شده، چهار برابر شده، اونم اومده بالا دیگه. اینجوریه که شما مثلا یه 100 میلیون بعد از این که بیت کوین اومد بالا، آتسیزن اتفاق افتاد، شتسیزن اتفاق افتاد، یه 100 میلیون میشه 1 میلیارد تومان. پس ما دنبال همچین چیزی هستیم، یعنی تو همون صحبت که دارم میکنم اینه که انشالله به اون نقطه برسیم. حالا طبق این صحبتایی که براتون انجام دادم، اگه خواستید از بین این آلت کوین ها انتخاب بکنید، که حالا مثلا 50 میلیون که داشتیم برای بیت کوین اتریوم خریدم، 50 تومن دیگه برام میمونه، این 50 تومن ما میتونیم مثلا 10 تا 5 تومنش بکنیم، یا مثلا 5 تا 10 تومنش بکنیم، یه سلیقه خودتونه دیگه. تقسیم بندی بکنید که تعدادش مثلا بین 5 تا 10 تا باشه، یعنی بین 5 تا 10 تا آلت کوین حداقل در سبدتون باشه. حالا یه نفری میخواد تعدادش رو بیشتر بکنه، میگه آقا من 4 میلیونی خرید میکنم، تعدادش مثلا به جای 10 تا بشه مثلا 12 تا 13 تا، اشکالی هم نداره، در اون حد هم میتونه باشه دیگه، چون اینا بالاخره تعدادشون زیاده. یعنی خب چیزایی که میتونن پیشرفت خوبی داشته باشن، ببینید یکی بی ان بی که مال بایننس. خب بایننس به خاطر اینکه خودش پروژه زیاد داره و بعداً زیرمجموعه های خوبی هم داره، میتونه مجدداً پیشرفت خوبی را تجربه بکنه. دوچ کوین که خب دست ایلان ماسک و خیلی وقتا پروژه های خوبی احتمال داره که مجدداً ارائه بکنه، میتونه در لیست شما جا بگیره. همچنین کاردانو ارز خیلی خوبی هستش، سولانا و ماتیک اینا هم میتونه جا داشته باشه، شیبا ارز خیلی خوبی هستش. اینا چیزایی هستن که دیگه شما میتونی از هر کدومشون یه مقداری را خریداری بکنید. و همچنین ترون هم خیلی خوبه، ترون هم رشد خوبی میکنه و همین الان هم به حالا نسبت بقیه به نظر من رشد نکرده، چون هم کارمزد کمی داره، هم اینکه خیلی‌ها تو دنیا دارن معاملاتشون رو با ترون انجام میدن، پس اینم میتونه که برای شما مفید واقع بشه. همچنین حالا اگه شت کوین هم خواستین انتخاب بکنید، به نظر من برید سراغ شت کوین های هوش مصنوعی. ببینید دفعه قبلی مثلا ابتدای کار ارزهای صرافی ها اومد بالا، بعدا مثلا ارزهای متاورسی ها خوب اومدن بالا، این سری خیلی اعتقاد دارن که ارزهای هوش مصنوعی بالا میاد. یعنی برید ببینید پروژه هایی که در ارتباط با هوش مصنوعی، سایت هایی که هوش مصنوعی را ارائه میکنن کدوما هستن، ارزای اونها خوب میاد بالا. یا مثلا یه سری ایده هایی که الان امروز دوستمون هم گفته نفت برنت ها بیان مثلا با به اصطلاح ارزای دیجیتال بفروشن، خب هنوز یه ایده است، یه شت کوینه، ولی احتمال داره که اینا خوب بیان بالا، اینا رو بسی توجه بکنید. حالا مثلا یه عکس دیگه میخوام بهتون نشون بدم که ببینید الانه پول هایی که در سال 2022 قفل شدن در صرافی های مختلف داره نشون میده. آمار پنکیک سواب از یونی سواب هم زد بالا، یعنی الانه یه جورایی میشه گفتش که پنکیک سواب خودش داره به یک به اصطلاح ارز دیجیتال خیلی خوبی تبدیل میشه. الان فکر میکنم رتبه تقریبا 70 اینا رو داشته باشه دیگه. پس یکی از همین آلت کوین هایی که فعلا میتونید خرید بکنید رتبه 1 تا 100 رو دارن، میتونه با این انگیزه که پشتش یک هدفی هست، این که میگم قفل شده منظور این که خود منم الان این کارو کردم، مثلا رفتم اونجا هولد کردم، در ازاش دارم سود میگیرم دیگه، مثلا گفتم یک سال پولمو دست نمیزنم، اون ارز دیجیتالی که دارم توی
به صدا پنکیک سواب میذارم، یک سال قفلش میکنم، رتبه 66 داره و در ازاش پنکیک سواب به من سودی رو پرداخت میکنه و الان قیمت هر کوینش تقریبا 3.8 دلار هستش. قبلا فکر کنم تا 20 دلار هم 20 خورده که یادم، حتما شاید بیشتر هم بود دیگه، اومد بالا پنکیک سواب. پس بنابراین یه سری از به صلاح آلت کوین ها هستن که یه پروژه های اینجوری هم پشت سرشون میتونن داشته باشن و خب قطعا اگر که بیت کوین بالا بیاد اینها میتونن به سقف سریای قبلی خودشون هم برسن، که خب حالا نمودارش رو هم اینجا مشاهده میکنید. این مال یک روزش هست، من مال همه رو که بذارم نشون به ما میده. بله ببینید تا 40 دلار تا 42 دلار هم پنکیک سواب تو اوج بیت کوین بالا اومد. خب پس مجددا بیت کوین به اوج خودش رو بیاد رد بکنه و آلت سیزن اتفاق بیفته، این پتانسیل اینا داره که ببینید مثلا از 4 دلار حتی به 40 دلار هم برسه، این 10 برابر شدنش هم محتمله. بنابراین وقتی مثلا من 5 میلیون تومان از این رو میخرم، به این نیت میخرم که این 5 میلیون هم با پنکیک سواب بشه 5 میلیون، یعنی 100 میلیونی که میذارم اگه 10 برابرم بخواد بشه 1 میلیارد توی برهه زمانی مثلا 1-2 ساله داریم صحبت بکنیم. این نیست که فردا این اتفاقات بیفته. در حال چون دوستان دارن سوال میکنن، ببینید ما اگه بخوایم الگو را دفعه قبل در نظر بگیریم، دفعات قبلی، حالا فقط نه دفعه قبلی، دفعات قبلی که بیت کوین بعد از حالا یه سری اتفاقاتی و همچنین در هاوینگ خودش رشد خیلی خوبی کرد و بعد ارزهای دیجیتال هم باهاش حرکت کردن، این تارگت ما هستش که مثلا این پولی که میذاریم تا یکی دو سال آینده بتونه حداقل 10 برابر بشه. حالا یه وقتی هم مثل اون شیبا یه شت کوینی می‌خرید که خیلی میره بالا. پس بنابراین فعلا 50% بیت کوین اتریومه و وقتی که بیت کوین سقف خودش رو زد، اون 50 میلیونتون مثلا شده 200 میلیون تومان و بعداً سریع باید اون 200 میلیون تومان رو بیاین مجددا تو آلت کوین های دیگه پخشش کنین. مثلا اون موقع الان کیک رو 5 میلیون دارید، اون موقع مثلا 20 میلیون دیگه کیک هم اضافه میکنی. فرضاً اون موقع کیک چنده قیمتش مثلا شده 6 دلار، اشکال نداره بیت کوین شما چون ریسک کمتری دارید، ولی خب با بیت کوین مثلا الان پولتون شده اون 50 میلیونتون شده 100 تومن 200 تومن، اون موقع است که مثلا 30 میلیون تومن میایین میذارین توی پنکیک سواب. با این 5 میلیونی هم که الان اون موقع مثلا دو برابر شده 10 میلیون میشه 40 میلیون. حالا قرار بر این هستش که فرضاً این برسه 7 برابر بشه 5 برابر بشه، خب بعد ببینید یوهو مثلا این 40 میلیون شما قراره که 5 برابر بشه، یعنی مثلا بشه 200 میلیون تومن اینجا. ببینید با این شیوه شما تونستین مثلا توی 2 سال بهترین سود رو ببرید و بعد از اینکه بالاخره آلت کوین ها به یه سطح خیلی خوبی رسیدن، بعدن دوباره 20% از کل سرمایه‌تون رو فرض می‌کنیم موقع 100 میلیون شما شده 1 میلیارد تومان 2 میلیارد تومان، اشکال نداره موقع 20% رو اگه مثلا شده 2 میلیارد تومان 20% میشه 400 میلیون تومان، 400 میلیون تومان شو بعدن می‌ریزین تو شت کوین ها، شت کوین های مختلفی رو دیگه به صورت کاملا راندوم شانسی، اونایی که احتمال بالا اومدنشون زیاده، اون موقع خرید میکنین و بعدن احتمال داره که یکی از اونها آنچنان بگیره که مثلا 2 میلیون شما ازش خرید کردی بشه مثلا 1 میلیارد خودش، 1 میلیارد هم اونجا، 1 میلیارد و 600 هم اونجا، یهو مثلا پولت میشه 2 میلیارد و 600 میلیون. این اتفاقی که خب دفعه قبلی افتاده، یعنی کسایی که اگه به این سبک کار کرده باشن نتیجه رو گرفتن. پس باز هم میتونه این اتفاق تکرار بشه. حالا ریسک شما چقدره؟ بالاخره روی 100 میلیون. این احتمال داره که خب تمام صحبتایی من گفتم اتفاق نیفته، یا به پولت نیاز داشته باشی، یا این سری مثل دفعات قبلی نشه. در حال ریسکش هست دیگه، مثلا بیت کوین قیمتش نصف بشه اصلا از چیزی که هستش الان 23000 دلاره بشه مثلا 10000 دلار. احتمالاً داره که بعدا موقع 100 میلیون شما بشه 50 میلیون. در حال این ریسک کردی دیگه، یعنی پیش بینی کردی که الان یا پولت میشه 3 میلیارد تومان یا پولت میشه 50 میلیون تومان. اگه آدم ریسک پذیری هستی تو این قضیه وارد شو. اگه ریسک نداری، به اصطلاح جرأت این قضیه نداری، جرأت این کار نداری، اصلا روی این برنامه فکر نکن. برو پولتو بذار توی بانک. سالی مثلا 10% 20% نمیدونم چقدر بهت میدن با خیال راحت، ولی خب این سود رو همیشه وقت نداری. این صحبتی که ما داریم میکنیم برای کسیه که ریسک این قضیه رو میپذیره و اتفاقی که در دفعه قبل افتاده رو میخواد دقیقا تکرار بکنه و اون بخاطر تجربیاتی هستش که ما تو دفعه قبل داشتیم دارم خدمت رو عرض بکنم. روزی که مثلا میخوابی شب میخوابی صبح پا میشونی او چند تا عرض مثلا چند برابر شده 10 برابر شده دیشب، دوباره همین چون میشه دیگه، یعنی هاوینگ بیت کوین اتفاق بیفته اتفاق میفته. فقط مشکل اینجاست که
یه ارزی که مثلا همین پنکیک سواب من یادم 7 دلار بود زمان که ما خرید کردیم، اولین خریدی که من داشتم رو پنکیک سواب رو 7 دلار بود، یعنی حالا اینجاها بود دیگه، اینجا 9 دلار ببینید، اینجا 10 دلار کجا بوده، اینجاها که 7 دلاری بود، آ اینجا بود. بعدا مثلا رو 40 دلار 37-8 دلار اینا ما رسید و موقع یه مقدارش رو من فروش کردم و خب 7 دلار خریدیم 37-8 دلار، خیلی عملا رو 40 دلار خرید، اون که 40 دلار خرید الان پول شده 4 دلار. ببینید زمان ورود به بازارهای مالی خیلی مهمه. شما در معاملات مالی وقتی که یه نمودار داره حرکت میکنه خیلی مهمه که کجا بخری، اینجا بخری یا اینجا بخری. متاسفانه اغلب افراد میذارن وقتی که قیمت به اوج خودش رسید میگن ای چه کاری کردیم نخریدیم حالا بریم بخریم، میخرم و هم موقع ریزش میکنه. اگه میخوای موفق بشی در این بازارها راهش اینه که از الان این ریسک رو بپذیری و با این تارگت که الان بیت کوین میره مثلا رو 100,000 دلار و بعدش آلت کوین ها حرکت میکنن، بعدش شیت کوین ها حرکت میکنن، یه برنامه‌ریزی یکی دو ساله بر خود داشته باشی یا یه بودجه بیاری. حالا من 100 میلیون گفتم، یعنی شاید شما 50 میلیون میخوای بیاری، شما اصلا میخوای 10 میلیون بیاری، من نمیدونم چقدر میخوای بیاری، ولی اصولش اینجوریه که به این شیوهی که بهت گفتم اینها رو تقسیم بندی بکنی و بالاخره یه مقداری هم شانس افراد بالاخره تو این قضیه تاثیرگذار هست. کجا شانس تاثیرگذاره؟ اونجایی که بالاخره شما تو اون 100 تا آلت کوین بالاخره باید 5 تا 10 تاشو انتخاب بکنی دیگه. شاید اون 5 تا 10 تایی که من انتخاب بکنم خیلی خوب باشن، نسبت به اون 5 تا 10 تایی که شما انتخاب بکنی متوسط باشه، یا مثلا یه 5 تا 10 تایی یه نفر انتخاب بکنه خیلی خوب بالا نیاد. اون شیت کوینی که دفعه قبلی مثلا همه خریدن شیبا مثلا خیلی خوب بود، یا رفتن یه چیز دیگه خریدن، نه مثل اون بالا نیومد. ایناست که دیگه شانس هم توش دخیل هست، نمیگم دخالت نداره، ولی وقتی اصول رو رعایت بکنی حداقل خیالت راحته که حرکت که شروع شد بالاخره حداقل سود رو عایدت خواهی کرد و بالاخره این اتفاقی که دفعه پیش افتاده میتونه تکرار بشه، یعنی تاریخ تکرار میشه مخصوصا در بازارهای مالی. منتظر نظرات خوبتونم هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.